رفتم سوار هواپیما بشم، رو کارتم نوشته بود شماره 14. نشستم شماره 14 سر جام، وقت دیدم این مهمون داره اومد، گفت حاج آقا خلبان میگه بیا جلو. گفتم من سر جامم. او خلبان میگه. گفتم به خلبان بگو پشت بلندگو بگه من بلند نمیشم، تو همینطوری مردم فوش با آخونده میدن، من دیگه خودم برای خودم درستم. خندید رفت. خلبان گفت از حضرت آقای دانشمند خواهش بگم بیان جلو. منم به مردم گفتم من به خدا بی تقصیرم، من باید برم. همه هم از شما خندیدن و رفتم جلو. بعد خلبان گفت که به آقا بگید بیاد تو کابین. رفتم تو کابین. گفت که نظرتون درباره هواپیما چیه؟ گفتم بگم ناراحت نمیشی؟ گفت نه. گفتم ببین فقط همین جا بود هر کسی سر جاش میشست، اینم خرابش کرد. ما فقط دلمو خوش همه هواپیما بود که هر کسی سره بگو اینم خرابش کردی. تو با هر کسی سر جا خودش بشینه. میری دیدن دکتر، میری دیدن مریض، دکتر چرا میشی؟ نسخه برای چی میبیجی؟ میری خونه مردم مثلا جا خالی برای چی؟ معمار میشی که این اتاق رو اونجوریش کنه، تا این آشپزخونه رو اونجوریش کنه، این رو میشی سر جد. هم میکانیکیم، هم معماریم، هم دکتریم، هم داروسازیم، هم قاضیم، هم رئیس جمهوریم، هم آخوندیم، هم آیت اللهیم، هم فقیهیم، هم مرجعیم، هم عروس، همه هنره، همه کاره. و خراس کپونت حرف بزن. ای اولین قده سر من، کدوم من؟ دو تا والدن داریم، جوانم هم و شما. به امام حسین اسلام فرشته نجاته، ما آبرو اسلام رو بردیم. به خدا اسلام دین خوبیه. یه سری خودشون رو به اسلام چسبوندن، به حیثیت اسلام رو بردن. به والله اسلام دین کاملیه. اما چرا مسلمان ها باید جهان سومی باشن؟ چرا باید ما هشتمون به نمون گلو باشه؟ مشکلمون دینمون نیست، مشکل ما فرهنگ ماست. این فرهنگ ماست که ما را فقیرمون کرده. و این شما تو هر زمینه که میگی موضوع بده، من برات آیات قرآن و روایات رو میخونم ببین بدیل داره این آیات یا نه، کی عمل میکنه.